اومدید به اولین برنامه تلویزیون پارسیچ. ما دنیای تکنولوژی زیر ذره بین قرار میدیم و از دیدگاه‌های مختلف بهش میپردازیم. این برنامه برای اونایی که دنبال کردن رویدادهای تکنولوژی و تو محیط‌های عادی سایت‌ها و مجلات نمی‌پسندن. ما تو برنامه تلویزیون پارسیچ سعی داریم که با بخش‌های مختلف برای شما تنوع ایجاد کنیم. اطلاعاتتون در مورد کارت‌های حافظه‌ای که دستگاهتون استفاده می‌کنید چقدره؟ تا حالا شده به جزئیات این کارت‌های حافظه‌ای که همیشه همراه شما هستن دقت کنید؟ تا به حال با دوستاتون از طریق قفل صفحه نمایش گوشیتون در ارتباط بودین؟ لوک‌تاک این قابلیت رو واسه شما به ارمغان میاره تا به طور جالب با دوستاتون ارتباط برقرار کنید. و اما چقدر اهل بازی‌های استراتژیک موبایلی هست؟ کلش آف کلنز رو بازی کردی، اسمشو شنیدی. حالا این شرکت بازی دیگه به همین سبک ارائه میکنه که اگه شما علاقه من به این سبک بازی ها باشید حتما از اون خوشتون میاد. یوتیوب سرویس جدیدی به نام میوزیکی رو اندازی کرده که فعلا در حالت تستی قرار داره. این سرویس به کاربران امکان استریم و پخش به صورت آفلاین فقط با هزینه $9.99 در ماه رو میده. این عضویت شامل دسترسی به گوگل پلی میوزیک میشه که به شما امکان دسترسی به بیش از 30 میلیون موسیقی رو میده و همینطور میتونید موسیقی خودتون رو آپلود کنید. یوتیوب میگه این سرویس امکان مشاهده میوزیک ویدیوها رو هم داره که آپدیت اپلیکیشن اون به زودی عرضه میشه. خدمات میوزیکی در حال حاضر در آمریکا، بریتانیا، پرتغال، ایتالیا، فنلاند، ایرلند و اسپانیا قابل دسترسی باشه. سرویس یوتیوب میوزیکی در حال حاضر به صورت دعوتنامه قابل دسترس برای کاربرانه و این شرکت برای مدت محدودی و به صورت رایگان و به طور تبلیغاتی با هزینه ماهانه $7.99 و عضویت 6 ماه رایگان برای کاربران در نظر گرفته. بعیده به زودی محافظ صفحه نمایشی ببینیم که بتونه خودش رو در برابر ضربات غیر قابل نفوذ نشون بده، اما کورنینگ ادعا میکنه که به این تکنولوژی نزدیک شده. این شرکت گوریلا گلاس 4 نسخه نهایی پوشش شیشه یه محافظ خودش رو معرفی کرده. سال گذشته گوریلا گلاس 3 نشون داد که نسبت به نسخه های قبلی خودش از مقاومت بیشتری برخورداره و در برابر تهدیداتی همچون قرار گرفتن کلید کنار صفحه نمایش گوشی از خودش کارایی بیشتری نشون داد. اما هنوز هم همه ما میدونیم که گوشی با صفحه نمایش گوریلا گلاس 3 هنوز هم شکننده و نمیتونن در مقابل شکستن از خودشون مقاومت نشون بدن. اما کورنینگ سعی داره تا با گوریلا گلاس 4 صفحه نمایش گوش رو در مقابل جدیدترین تهدید که افتادن محافظت کنه. این شرکت برای شبیه سازی سطوح 3 از سنباده استفاده کرده و گوشی با صفحه نمایش گوریلا گلاس 4 رو از ارتفاع 1 متر به زمین انداختن و به این نتیجه رسیدن که گوشی هایی با صفحه نمایش گوریلا گلاس 4 نسبت به گوریلا گلاس 3 از 80% مقاومت بیشتری برخوردار هستند. کورنینگ معتقده که گوریلا گلاس 4 دارای مقاومت بیشتری ولی در عین حال شفافیت خودش رو حفظ کرده. کورنینگ میگه که عرضه این محصول از ماه‌های قبل به شرکت‌های همکار شروع شده و در 3 ماه اول سال 2015 شاهد گوشی‌هایی با محافظ صفحه نمایش گوریلا گلاس 4 خواهیم. آزمایشگاه خلاق فیسبوک علاقه زیادی به تولید اپلیکیشن‌ها از اسلینگ شات گرفته تا رومز و پیپر داره. این تیم به نظر میرسه علاقه زیادی به پمپاژ اپلیکیشن‌ها زمانی که ما سرمون رو برمیگردونیم داره. این تیم خلاق این بار اپلیکیشنی به نام فیسبوک گروپس درست کرده که برای طرفداران گروه‌ها در فیسبوک و به زودی تبدیل به یک اپلیکیشن خواستنی خواهد شد. آخرین خروجی این تیم خلاق برای طرفداران گروه ها در فیسبوک. فیسبوک گروپس از امروز یک اپلیکیشن خواستنی خواهد شد. اپلیکیشن برای اندروید و iOS با ظاهری شبیه به اپلیکیشن اصلی فیسبوک برای تلفن همراه در دسترس خواهد بود. با این اپلیکیشن جدید به سادگی می توان با چند ضربه گروه ایجاد کرد، عضو گروهی شد و بین گروه ها به گشت و گذار پرداخت. همچنین برای پیوستن به گروه هایی که دوستان و خانواده شما با آن پیوستند، تپ جدیدی به نام دیسکاور قرار داده شده. در این تپ بین گروه های بر اساس پسندها و صفاتی که شما در آن فعالیت دارید و نسبت به جایی که زندگی می کنید، اپلیکیشن خود گشت می زنه و اونها را به شما پیشنهاد می ده. برای مثال اگر شما جزو گروهی باشید که در رابطه با دوچرخه سواری و صفحه تور دو فرانس رو پسندیدید، در تب دیسکاور شما ممکنه با پیشنهاد گروهی روبرو بشید که برای آخر هفته برنامه دوچرخه سواری دارن. اگر شما طرفدار گروه در فیسبوک هستید اما نمیخواید از اپلیکیشن جداگانه ای مثل اپلیکیشن پیام‌رسان فیسبوک استفاده کنید، نگران نباشید چون که بخش گروه از اپلیکیشن اصلی فیسبوک تلفن همراه حذف نخواهد شد و باقی خواهد ماند.
اپلیکیشن لوکرکی امکانو به شما میده تا از طریق صفحه قفل گوشی همراه با دوستاتون در ارتباط باشین. شما میتونید نقاشی بکشین، عکس بگیرین و یا نوشته‌ای بنویسین و به دوستاتون ارسال کنین تا زمانی که قصد باز کردن صفحه قفل گوشی رو دارن اونو ببینن. درسته که برنامه های پیام رسان گوشی همراه به نقطه اشباع و اشتراک رسیده، ولی این دلیل نمیشه که جایی برای برنامه های از این قبیل نباشه. چطوری از لوکرک استفاده کنیم؟ با قرار دادن لوکرک به عنوان صفحه قفل پیش‌فرض گوشی میتونیم با دو بار ضربه زدن روی صفحه این اپلیکیشن رو فعال کنیم و یا با کشیدن صفحه به سمت بالا به طور عادی از گوشی استفاده کنیم. برای کشیدن نقاشی مورد نظرتون میتونین از یک انگشتتون استفاده کنین و برای پاک کردنش دو انگشتتون روی صفحه بذارین و به سمت بیرون بکشین. این اپلیکیشن تعدادی ابزار داره. یکی از اونا در پایین صفحه شما رو مستقیما به دوربین و یا گالری عکستون هدایت میکنه. شکل پالت نقاشی در این بالا واسه شما گزینه انتخاب نوع قلم، رنگ قلم و حجم نوک قلم رو داره و این سه نقطه توی نوار پایین امکان اشتراک و دعوت دوستانتون به گفتگو داره. این تیک هم برای ارسال استفاده میشه. در واقع اپلیکیشن لوکلوک یک تخته سفید سینک هست که اشتراک عکس ها، نقاشی ها و نوشته هاتون رو با دوستاتون یا هر کس دیگه ای بدون باز کردن قفل صفحه گوشی اندرویدتون آسون میکنه. چه مموری کارتی برای شما مناسب تره؟ مموری کارت ها رو ما اغلب تو دوربین های دیجیتال، گوشی هامون، تبلت، حتی لپتاپ استفاده میکنیم. از لحاظ حجم، سایز و سرعت اینا به سه بخش کلی تقسیم میشن که هر وسیله مموری کارت مناسب خودش رو باید درونش قرار بدی. اما باید بدونی برای هر دستگاهی چه مموری کارتی استفاده کنیم. مموری کارت ها به 5 کلاس 2، 4، 6، 8، 10 تقسیم میشن. 2 کنترینشونه و 10 پرسرعتترینشونه. حالا 10 یعنی چی؟ 10 یعنی 10 مگابیت پر سکند سرعت انتقال دادهشون رو حداقل تضمین میکنه. برای فیلم برداری معمولی معمولا مموری کارت های 4 و 6 استفاده میکنه، اما برای فول اچ دی از مموری کارت کلاس 10 استفاده میکنه. شماره کلاس سرعت مموری کارتتون رو روی دایره روش نوشته، اگه دقت کنید میتونید ببینید اونو. اما دو مدل مموری کارت دیگه هم داریم به اسم UHS. اینا فوق العاده پرسرعت هستن، اما باید دقت کنید که دستگاهتون هم از UHS پشتیبانی کنه، یعنی دستگاه با UHS همخونی داشته باشه. اینا یه ذره گرونتر هستن در برابر سرعت بالاتری که ارائه میدن، طبیعیه. خب کارت‌های حافظه رو علاوه ظرفیت هم به سه بخش شخصی می‌کنن. یه دونه ظرفیت استاندارد داریم SDSC که تا 2 گیگابایت پشتیبانی می‌کنه. یه دونه حافظه بالا داریم که SDHC هست تا 32 گیگابایت پشتیبانی می‌کنه. یه دونه حافظه بسیار بالا داریم SDXC که تا 2 ترابایت پشتیبانی می‌کنه، اما تا الان یه نظری است، هنوز به واقعیت نپیوسته. به عنوان جمع‌بندی با توجه به پیشرفت روزافزون تکنولوژی توی دوربین‌های دیجیتال و گوشی‌ها، پیشنهاد من به شما اینه که از مموری کلاس 10 استفاده کنید که هم بتونید فیلم برداری با کیفیت بالا و سرعت بیشتری انجام بدید، هم از گجت هاتون خیلی راحت‌تر بتونید استفاده کنید. مدت ها پیش سازنده بازی کلش آف کلن سری جدید بازی خودش رو به نام بومبیش طراحی کرده بود، اما اونو فقط برای iOS ارائه داده بود. اما اخیرا نسخه جدید این بازی که به صورت HD برای اندروید حاضر شده روی گوگل پلی قابل دسترسیه. این بازی بر اساس گروهی از نیروهای شماست که فعلا در یک جزیره سکونت دارن و میخوان به همسایه های خودشون کمک کنن و اونها رو از شر دشمن اصلی همه‌مان و دستیارش نجات بدن. هر وقت که شما یه جزیره رو آزاد میکنید و اونو از شر دشمن خلاص میکنید به شما یه سری منابعی داده میشه و در ازای هر ساعت هم به شما طلا داده میشه. اما افراد و گروه های دیگه سعی دارن تا این جزیره ها رو به همراه همه‌مان از دست شما در بیارن و منابعشون رو خودشون تصرف کنن. خب حالا شما اگه علاقه دارید از این بازی استفاده کنید حتما اونو نصبش کنید و ازش لذت ببرید. امیدوارم اطلاعات داده شده براتون مفید باشه و قسمت اول ما لذت برده باشید. ما رو تو شبکه‌های اجتماعی مثل یوتیوب، فیسبوک، توییتر دنبال کنید. در ضمن منتظر انتقادات و پیشنهاداتون هستیم. تا برنامه بعد مراقب گجت‌هاتون باشید.